صالحی میگوید دادگاه انقلاب در اقدامی بی سابقه حکم دیوان عالی درباره لغو حکم دادگاه بدوی را ارشادی دانست و این خواننده معترض را به اتهام افساد فی الارض به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد. امیر رئیسیان روز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه در گفتگو با شبکه شرق گفت حکم اعدام بابت اتهامات وارد شده در پرونده سال 1401 موکلش صادر شده است. آقای رئیسیان همچنین توضیح داد که دادگاه انقلاب اتهامات دیگر شامل اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرایم رایانه‌ای را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 اصفهان دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این وکیل دادگستری اضافه کرد دلیل این اتفاق را صدور حکم براءت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه ذکر کرد. امیر رئیسیان با تکذیب خبرها درباره عفو یا تخفیف مجازات او اعلام کرد که حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد. این در حالی است که اواخر اسفند ماه جلسه رسیدگی به پرونده سال 1402 توماج صالحی با اتهامات تشویق به اعمال خشونت‌آمیز از طریق سامانه رایانه‌ای و نشر اکاذیب از طریق رایانه در دادگاه کیفری 2 اصفهان برگزار شده بود. تیر ماه سال گذشته اعلام شد که دادگاه انقلاب اصفهان توماج صالحی را بابت اتهام افساد فی الارض در پرونده تشکیل شده در سال 1401 به 6 سال و 3 ماه حبس محکوم کرد. دیوان عالی کشور حکم صادر شده پیشین برای توماج صالحی را لغو کرد، اما وکیل او سال گذشته خبر داد که حتی بعد از نقض این حکم در دیوان عالی کشور و لزوم حذف 2 عنوان اتهامی او، دادگاه انقلاب پرونده را به دادسرای اصفهان بازگرداند. آقای رئیسیان بهمن ماه سال گذشته نیز اعلام کرد که 2 اتهام جدید به کیفرخواست قبلی موکلش اضافه شده است و این خواننده معترض با اتهامات قبلی به معنای قیام مسلحانه و گروهی علیه نظام و همچنین توهین به رهبری در پرونده سال 1401 روبرو شده است. وکیل توماج صالحی گفته بود که صدور این کیفرخواست در حال صورت می‌گیرد که دیوان عالی کشور تأکید کرد توماج مشمول عفو می‌شود. در واکنش به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، نماینده پارلمان آلمان و کفیل سیاسی آقای صالحی اعلام کرد از شنیدن این خبر شوکه و عصبانی شده است. این عضو پارلمان آلمان می‌گوید اگر شما هم به اندازه من شوکه و عصبانی شده اید و نگران حال توماج هستید، با سفارت‌های جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف تماس بگیرید. کفیل سیاسی توماج صالحی همچنین در پستی در شبکه ایکس صدور حکم اعدام برای او را مضحک و غیر انسانی خواند و نوشت چون این حکم هیچ مبنای قانونی ندارد، کاملا غیر قابل قبول است. توماج صالحی رپر زندانی 27 آبان امسال پس از تحمل 252 روز زندان انفرادی و مجموع 1 سال و 21 روز حبس به قید وثیقه آزاد شد، اما تنها 12 روز بعد و پس از انتشار ویدیویی که در آن شکنجه شدنش در زندان را شرح می‌دهد با ضرب و شتم بازداشت شد. این خواننده در طول اعتراض‌های سال 1401 به مدت طولانی از معترضان حمایت می‌کرد و به همین دلیل نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس در دادگاه انقلاب محاکمه شد.